بیم فراگیر شدن کرونا و کند شدن رشد اقتصادی آمریکا رو به افزایش است. برایان پدن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که کاخ سفید یک سری اقدامات کوتاه مدت را در دست بررسی دارد تا فشار مالی به وجود آمده بر کسب و کارها و کارگران را کم کند، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که هرچه این ویروس بیشتر گسترش یابد، تاثیر اقتصادی آن نیز بیشتر و دوران جبران طولانی‌تر خواهد بود. در آمریکا نگرانی نسبت به اختلالات به وجود آمده در اقتصاد کشور در اثر ویروس کرونا که اکنون دیگر فراگیر طبقه بندی شده رو به افزایش است. انتظار بر این است که یک دوران اقتصاد ضعیف در آمریکا داشته باشیم. آن رشد پیش بینی شده را نخواهیم دید. ظهور این ویروس در تورهای دریایی و لغو بسیاری از پروازها به شدت به گردشگری ضربه وارد کرده است. هشدارهای در خصوص اجتماعات عمومی به لغو کنفرانس‌ها، فستیوال‌های موسیقی و مسابقات و برنامه‌های ورزشی منجر شده و رستوران‌ها و تئاتر و سینماها نیز به دردسر افتادند. تعطیلی کارخانه‌ها در چین که قطعات اتومبیل می‌سازند مایه نگرانی همتایان آمریکایی شده و شاید لازم باشد آنها نیز برنامه تولید خود را کم کنند. بازارهای مالی با ترس و فراز و نشیبی افراطی واکنش نشان دادند. ارزش سهام و قیمت نفت هم به شدت افت پیدا کرده است. پرزیدنت ترامپ ورود بیشتر پروازها از اروپا را ممنوع کرده و قول کمک مالی به کارگران و بیزینس ها داده است. این یک بحران مالی نیست. لحظه‌ای موقت در زمان است که ما به همراه یک دیگر به عنوان یک ملت و یک جهان از آن خواهیم گذشت. ترامپ پیشنهاد کاهش موقت مالیاتی و اعطای وام به صنایع و کارگران داده است و کاخ سفید در خصوص اعطای مرخصی با حقوق نیز سرگرم بررسی است. البته معلوم نیست چگونه اجرا خواهد شد. معمولا در دنیای بیزنس دست‌اندرکاران خیلی نگران چنین وضعیتی می شوند و از شرایط خوششان نمی آید. اما اکنون ما با یک بحران سلامت عموم روبرو هستیم. تصویب بودجه جدید حمایت دموکرات‌های کنگره را می‌طلبد. آنها خواهان پول بیشتر برای تست کردن و رسیدگی به بیمار هستند، بیمه بیکاری بیشتر و بودجه بیشتر برای طرح‌هایی مانند رفاه اجتماعی. در کوتاه مدت کسری بودجه فدرال را افزایش خواهد داد، اما اگر ایمنی و امنیت مردم آمریکا و احیای اطمینان در آینده اقتصاد کشور را تضمین کند لازم است. تحلیلگران میگویند نیاز به اقدامات قاطعانه داریم تا فوراً به آنهایی که تحت تاثیر قرار گرفتند کمک شود و بهبود اقتصادی پس از پایان این دوره را تسریع کند.